این به استکهلم که مثل همیشه شلوغ و معترضان با وجود هوای سرد اونجا حضور دارن. مهران عباسیان در جمع معترضان هست، برامون بیشتر توضیح بده لطفا. خب تن مراسم اهدای جوایز نوبل چند صد متر اونورتر از این مکان در حال آغاز شدنه. به همین دلیل، به دلیل اینکه امروز روز جهانی حقوق بشر و جوایز نوبل در استکهلم اهدا میشه، نمایندگان ایرانی تبار پارلمان سوئد فراخوان این تجمع رو دادن. بیش از 5000 نفر از شهرهای مختلف دنیا به اینجا اومدن و یک صدا دارن، شعارهایی به زبان انگلیسی، سوئدی و فارسی سر میدن. فکر کنم این صدا به چند صد متر اونورتر حتما به ساختمان نوبل میرسه. اما یکی از فراخوان دهندگان اصلی این تجمع آقای علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد. خب چرا این روز رو در واقع انتخاب کردید؟ در ویدیوهایی که در اینستاگرام خودتون گذاشتید گفتید که میخواید صدای ایرانی ها به رسانه های بین المللی برسه. 76 سال پیش امروز 10 دسامبر دکلاریشن حقوق بشر امضا شد تو سازمان ملل. روز عالی، روز نوبل اینجا. تمام دوربینای دنیا دارن استکهلم نگاه میکنن. چه روز بهتر از این روز که ما بتونیم صدای مردم مظلوم ایران رو به دنیا برسونیم. این تجمع بیش از 5000 نفر گفته میشه، چه تأثیری داره در دولت سوئد؟ میتونه اقدامی بکنه؟ تمام رسانه‌های سوئدی هم اینجان و چیز تمام صداها به مردم رسیده میشه و این تجمع میان قطع قطع جمع گردد وانگهی دریا شود. این هم یه تجمعی کمک، یه قطره. برای آینده برنامه‌ای دارید؟ چون سه بار وزیر خارجه سوئد رو فراخوندید به پارلمان و سوال‌هایی در رابطه با ایران پرسیدید و خودتون در مصاحبه ها گفتید که جوابی نگرفتید. برای آینده های برنامه‌ای دارید؟ ما تا انقلاب به پیروزی نرسه برنامه داریم، مطمئن باشم. مردم ایران، ما در کنارتون هستیم، تنهاتون نمیذاریم، اینو قول بهتون میدم. امروز اینجا نماینده های ایرانی تبار، در واقع 4 نماینده ایرانی تبار برنامه رو آغاز کردید، از حمایتتون گفتید. چرا شاهد نیستیم در این روزها نماینده های کشور سوئد، نماینده های سوئدی اونها بیان حمایت کنن؟ چرا فقط ایرانی تبار ها نماینده ایرانی تبار؟ اونا هم جور خودشون دارن حمایت میکنن، ولی ما که ایرانی تباریم باید اول صف باشیم که بقیه هم دنبالمون بیان. قرارت سوئد در شورای اروپا جلسه داشته باشه و خواستار این بشه که سپاه پاسداران تحریم بشه. شما اطلاعی از این جلسه دارید؟ جلسه رو اطلاع دارم، ولی این خواستار هنوز به اونجا نرسه که خواستار باشه. ولی خب من در حزب من این خواستار همچین چیزی شد و من مطمئنم که تا تو چند ماه آینده سپاه پاسداران ایران به چیز ترور لیبل میشن. و بردان سوال آخر، اینجا امروز شما شنیدید به زبانهای مختلف شعار سر دادن. یکی از خواسته ها اینه که سوئد سفیر خودش از ایران فرا بخونه و حتی سفیر جمهوری اسلامی از سوئد اخراج بشه. این فکر کنید چقدر عملی بشه در روزهای آینده؟ در آینده زود نه، ولی این کار انجام خواهد شد. این انقلاب و قدم به قدم داریم میریم جلو، هر قدمی کمک میکنه که با به مقصدمون برسیم. خیلی ممنون. تناز، امروز اینجا جالب بود، به جز اینکه از شهرهای سوئد به اینجا آمده بودن، از اسپانیا، از هلند، از فرانسه ایرانی ها برای حمایت از این تجمع و اینکه در روز اهدای جوایز نوبل بتونن صداشون رو به مهمان های این در واقع مراسم که یکی از بزرگترین مراسمه که در طی یک سال در استکهلم برگزار میشه، اینجوری بتونن صدای مردم خودشون رو به اینها برسونن.